سلام خدمت دوستای عزیزم، امروز ما اومدیم مرکز خرید نارسیس که من برای یوگا لباساشو خریدم. الان میخوام یه ساک بخرم، دلم میخواد بنفش باشه، رنگ قمقمه، همون قمقمه که سفارش داده بودم. بعد با یه دونه مت از این زیراندازا که توی باشگاه استفاده میکنن، اونم دلم میخواد بنفش باشه، ببینم که اینجا گیر میارم یا نه. چه بامزه است برنجاشون؟ برنج کیلو چند؟ نه قیمت نیست. آها تارو میکشه دوم سد و بیست، دوم سیا هاشمی سد و پنج. هسته نباشه اشکال نداره، دارم فیلم میگیرم. این برنجاتون خوشگل بود تو این. شما سبزی خوشتم دارید؟ خوشت اکتاری شد خوشتم. اینجا اینجا داره؟ اینجا داره؟ سر اکتاری آکادمی ها که میگفتم سرم مو میگن فندق استرالیایی، بعد اینقدر مثلا اینا چیزشه، خواستشه، بعد یه حالت آبرسانش هست برای مو، آبرسان نمیدونم، یا مثلا حالت نرم کننده ماسک بعد از حمام، میگن خیلی عالیه. من اصلا گیر نیوردم، دوستشم ببینم که آکادمی ها چیه که دیدم. الان کجاست میشه سکر؟ الان اونجاست برای این صندوق حسابش. آجی بامزه، مرسی. چه شیرین های ها، خود شیرینه؟ جورانه شده با وانیده، نه. آها این چه سبزی گرفتیم؟ این سبزی تر تازه بگوله مامان، تر و تازه. باقالی هم دارتون خالی گرفتیم. خب چه قد شد آقا؟ درست شد. این هم خریدم. منان چه قد شد؟ منان خریدم از این هاش خانوم، از این لیپای لایه بردار خانوم. اینجا میخواستم یه توضیح بدم ببینم که با شما هم نظرم یا نه. ما خیلی اعتقاد داریم وقتی که میایم خرید، حالا وسایل ضروری و اینا میخوایم، خیلی چیزا رو اصلا ضرورتی نداره که بخوایم حالا جنس خیلی عالی بخریم و اینا، تا جایی که میشه ما از دست فروش خرید میکنیم. اینو میگم، توی برنامه‌های قبلی هم گفتم، بازم میگم که دوستانی که حالا تازه وارد کانال شدن یا کلا یادآوری بشه، الان ما اینجا میوه فروشی زیاد بود توی این راسته، ولی یه آقایی بود توی یه زیر راپله‌ای دیگه انار و میوه و اینا داشت که مامان از اونجا خرید کرد، گفتیم به ایشون بیشتر میرسه. یه خانومی بودن که لیف میفروختن، من ازشون از این لیفای لایه‌بردار خریدم. بعد اینو بگم براتون که ما لباسایی که
لباس پاره و کهنه نه، چون به نظر من این واقعا به جز این که به غیر از این که ثواب داشته باشه گناه هم داره که بخوایم به کسی توهین کنیم لباس کهنه ای که از اصلا نمیشه پوشید و بدیم. ما لباسایی که مثلا یه موقع دیدید لباس میخری یه بار میپوشی میبینی به دلت نشست، یا این که مثلا زمستون میخری تا سال دیگه ببینی تنگ شده گشاد شده، اینا رو ما گذاشته بودیم کنار. بعد یه خانومی بود که ما همیشه من و مامان به ایشون میدادیم، بعد فقط قسمت رو ببینید الان داشتم به مامان میگفتم، ما اینو گذاشتیم کنار. اون خانوم مسافرت بود، ساناز گفت من اینو میذارم توی صندوق، رفتیم بیرون حالا یه کسی رو دیدیم میدیم به ایشون. این لباس ها تقریبا یک ماه بود دیگه همینجور توی صندوق مونده بود و ما کسی رو پیدا نکرده بودیم. بعد دیگه امروز که اومدیم خرید کنیم دیدیم که خانوم لیفت داره میفروشه، گفتیم که ما لباسایی داریم که اصلا کهنه و اینا هم نیست، نشونشون دادیم کیف کفش ماما اینا گذاشته بودن، گفتیم که شما کسی رو دارید لازم دارید دیگه، خیلی دعا کردن و ما دادیم به ایشون. که به مامان گفتم ببین این همه این لباسا توی صندوق مون تا قسمت این خانوم شد، خیلی تعجب کردم. حالا اینه که گفتم به هم دیگه یادآوری کنیم تا جایی که میشه لوازمی که میتونیم فرقی نداره برامون از کجا بخریم، اینطوری کمک کنیم به هم نوعای خودمون از دست فروش و از حالا مغازه هایی که یه حالت پایین تری دارن خرید کنیم. مثلا محمد ما یه چیزایی مثل شیر، مثل تخمه مو، این چیزا رو به قول خودش میگه نمیرم از سوپرهای خیلی بزرگ بگیرم، از بقالی میگیرم. هم به گویش خودمون به قدیما میگه اونا مشتریشو دارن. آره میگه اونا فروشگاه مشتری خودشونو دارن، از مغازه های کوچیکتر میره خرید میکنه. من نمیخوام تعریف کنم از خودمون، یه چیزایی خوبه به هم دیگه یادآوری کنیم. همطور که شما تو کامنت ها ما رو راهنمایی میکنید گفتم که شاید لازم باشه که اینو بگم یادآوری بشه. بعد چیزایی هم که دوست دارید بدید بیرون. آره اینم خیلی میگم، خیلی دارم میگم دیگه، چیزایی که بعضی ها من دیدم آخه میان کمک کنن، یه چیزی که پاره است، یه چیزی که اصلا نمیشه استفاده کرد، اون اصلا به نظر من نه، حالا ثوابش به کنار هیچی، یه توهینیه به اون شخص که اصلا لباسی که نمیشه خودت بپوشی چرا میدی به دیگران. دقیقا. آره این گفتم بهتون بگم، شما هم برام بنویسید که شما چطوری به فکرتون میرسه که کمک کنید. این نمرم گرفتی یا بیچاره شدی؟ ما اینجا همیشه عطر میخریم، مرکز خرید پارسیان، خیلی موندگاره، پارسال خریدیم امسال هم اومدیم دوباره بخریم. بعد من تایگار خریدم پارسال. بعد هر جا رفتیم گفتن نداریم. آره هر جا رفتیم گفتن تایگار نداریم. ندارم آخه واقعا راست میگم، یکی مادری با همه جا ندارم. شیخین از دوره دبیرستان میمد اینجا خریدیم ولی اصلا تحقیق نمیدن. چرا بابا همیشه تحقیق سلام. همیشه تو برای من کارهای بی مناسبت می‌خری، این دفعه من برات خریدم. آبی کادوی بی مناسبت، خیلی خوشگله. چون رنگ آبی دوست داری، دیدم این پروانه آبیه، باز کن. چیزایی که اینجوری سنگ داره توشو خیلی دوست دارم. مبارک باشه. مرسی، خیلی خوشگله. برای بابا هم چیز خریدم. ببین انگار من از مکه اومدم. ببین تلاقای مکه. آره نه ببین بیا دمپای کفیه مال تو خونه، هم تو خونه میتونه بپوشه ولی خب بیرون چون نداشت برای بیرونش گرفته. بوی عطر خیلی خوبیه. عطر خریده؟ عطر خریده بلک اوپیوم. خوبه؟ کی زدی؟ اینو پارسیان زدم نیم ساعت پیش. آه نیم ساعت. خوب موندگاره. خوبه؟ عباس آقا پسندیدی؟ ببین اندازه است. خب خودم پوشیدم، گفتم به پای من یه ذره بزرگ باشه به پای شما میخوره. آلی دست شما در میکنه. مبارک بشه، طبی هم هست. خیلی ممنون. چه زور میکردم.
امروز 13 آبانه، من دارم میرم باشگاه، ساعت 9:30 دارم کم کم حاضر میشم که برم، چون میخوام پیاده برم یکم باید زودتر حرکت کنم. قبل از اینکه برم لباسامو عوض کنم، الان نگیم به من گفت خواب دیدم تعبیرش چی میتونه باشه. گفتم بذار به همراهانم بگم، شاید خب بدونن تعبیرش چیه. میگه خواب دیدم که یه کتونی خوبی خریدم که دزد اومده برده. کجا بوده دزد برده؟ توی جا، نمیدونم چرا یه جا کفشی داشتیم یه جا کفشی داشتیم دم در که دزد اومده تو، کفشای نگین و کتونیای نگین رو فقط برداشته بود. سوشه هم اونجا بود، چون من سوشه... خیلی دوست دارم سوی هودی و کتونی ست با هم، بعد نارنجی گرفته بودم این دوتا رو. نو نو هم بود، خیلی هم خارجی بود و خوب بود. خارجی بود و خوب بود، نارنجی هم بود، دزد برده. حالا میگه تعبیر دزد چیه؟ من شنیدم خوبه، انقدر گریه کرده، حالا گریه هم کرده که گریه هم شنیدم خوبه توی خواب، برعکس شادی میاره. حالا شما به من بگید که تعبیرش چیه، شما برامون بنویسید که ببینیم که خواب نگین چه تعبیری داره. شایدم میگه شایدم به خاطر اینه که دیشب حرف دوست زدی. دیشب نه، دیشب حرف کتونی زدیم با دایی. داشتم کتونیایی که خیلی دوست دارم نشونش میدادم، بعد میگفتم اینا نیو بالانس خیلی خوشگله، این مثلا رنگ جدیدش به خاطر اون بوده. آخه شوق و ذوق حرف میزنم. آره یه موقع خوابم میبینی از بحثایی که قبلش کردیم میاد توی خوابه، یا اینکه بعضی میگن حالا زیاد میخوری، ولی نگین میگه که بحث کتونی بود، داشتم کتونی نیو بالانس نشون دایی میدادم، گفتم میخوام از اینا بخرم، دوست دارم این مدلو، شاید به خاطر اون بوده خواب دیدم. ولی خب برام بگید این تعبیر خواب دیدید خیلی جالبه برای آدم. اولا میگن خواب رو که دیدید اگر که احساس میکنید که خواب خوبی نیست که اصلا تعریف نکنید. من شنیدم میگن برای آب تعریف کنید. ولی یه خوابای این شکلی رو که تعبیر داره، دلم می‌خواست که ببینم که شما چه تعبیری براش دارید، چون من خودم یه چیزایی شنیدم، ولی بدونم که شما هم چه تعبیری دارید خیلی خوبه. اینقدر این هاپو منو ترسونده امروز، دارم پیاده میرم برم باشگاه. یه آقایی بود کارگر ساختمون بود، بعد این سگ دنبالش بود، اومد جلوی من، نزدیک من وایستاد، دیگه هم هرچی سوت زد صداش کرد نرفت، همینطوری کنار من داره میاد. اولش خیلی ترسیدم، اومده که نزدیک شد، ولی الان همینطور که من دارم میرم داره با من میاد. حالا دیگه نمیدونم تا کجا همراهی کنه، صاحبش هم رها کرد و رفت، با من داره میاد. تا کجا میخوای با من بیای آخه؟ اینجانم دارن یه تره بار درست میکنن که من خیلی خوشحالم، نزدیک خونمونه. این هم مسیر من، انقدر همیشه زود میام، ببینید هنوز هیچ کس نیومده. هیچ کس نیست، فقط منم. ساک صورتی هم پیدا نکردم، با همین ساک اومدم تا پیدا کنم. بعد اینجا هم موسیقی نشونتون دادم. او اینجا فکر کنم از ایناست که رینگه میزنن هم دیگه رو. خب من وسایلامو بذارم آماده شم. نم ناخونام صورتی شد، نگین گفت رنگ صورتی بزن. اینجا منتها نورش یه طوریه که عوض میکنه رنگو. اینا رو برای آقایونه، چه بزرگه. اوه اوه. یه کوچکترم داره. دست درد نکنه، نه این تو از دسته آهویش دوتا گرفتی. اینجا ساندویج نیم متری داره، آخه نیم متر ساندویجو میخوره من یادم.
خریدام هم نشونتون بدم. تره فرنگی گرفتم، شسته شده و راحت بود، وسوسه شدم. اینو گرفتم اسفناجم برای نگین که مرتب اسفناج میخوره. زیتون گرفتم. راستشو بگم خیلی از درش خوشم اومد. چرا؟ درش آقای دستش پر از سبزیجات بود. گفتم زیتونم حالا باشه. سرشیرم برای حسین گرفتم، خیلی سرشیر دوست داره. بعد این دامدارانا ماستای سنتیش هم خیلی خوشمزه. آره اتفاقیش من تا نکردم، یادم رفت بگیرم. جوانه گندم گرفتم که توی سالاد بریزیم بخوریم. بعد جوانه ماش هم گرفتم، میگن این جوانه ها رو فراموش نکنید. من خودم یه موقع ها یادم میره که بخرم تو سبد غذایی، یه موقع هم همسرم خرید میکنه، یعنی بیشتر اون خرید میکنه، خریده اینجوری و خودم میبینم خوشم میاد میخرم، ولی اینا رو یادم میره تا اینکه برم فروشگاه ببینم دوباره بگم آخ دیده یادم رفت میخرم. خیلی میگن خوبه توی دنیای امروزه، با اون کتابی که من خوندم که خیلی هم تایید شده است، گفتن که به جای گوشت و مرغ بیشتر از حبوبات و جوانه ها استفاده کنید. چون قدیما گوشت ها و پروتئین خودشونو داشتن، ولی الان متاسفانه به خاطر خوراک دام ها اون ضررشون بیشتره، پروتئینشون پایین تره حتی از حبوبات. اینو گفتم باز یادآوری کنم بهتون. بعد دیگه چون از باشگاه اومدم و دیدم که قبلش هم ناهار نذاشتم، چون داشتم داستان مینوشتم سرم شلوغ بود، به نگین گفتم چی میخوای؟ اسپرینگ رول مرغ و پنیر داره. گفت بگیر. حالا امشب هم ما، امروز هم ما، من و نگین زور تنهاییم داریم ناپریزی میکنیم. این هم که آلو و برگه و انجیر نگینه که با هم دیگه خیس میکنه و در روز میخوره. قول دادیم که توی خانواده مصرف چیپس و پفک و اینا رو از قبل هم کم بود، ولی ممنوع کنیم دیگه. دیگه یه موقع تولده، آره یه موقع تولدی هست، حالا دور همی هست نمیشه به خاطر بقیه، ولی خودمون داریم خیلی مراعات میکنیم و اینم خیلی کمک میکنه که یه هویی میگن نمیشه برنامه غذایی تو عوض کنی، خورد خورد که بری به سمت سالم خوری دیگه فراموش میشه و اصلا خوشت نمیاد. من خودم سس مایونز خیلی دوست داشتم، یعنی همیشه توی یخچالمون بود، استفاده میکردم. نگین هم کوچیک بود یادشه. بعد کم کم که گفتم نه نباید اینو بخورم، باور میکنید یه مقاس سر سفره هست ولی من روی سالادم آب لیمو میریزم، روغن زیتون میریزم، میذارم میخورم. اصلا توی ساندویچ، ساندویچ که تازگی هست، نونه سفیدم دیگه جدا شدم، دیگه نونه سفید نمیخورم، ولی خب غذاهایی که سس میخواد خیلی مراعات دارم میکنم. اصلا دلم نمیخواد، اینو میخوام بگم، کم کم که نخورید دلتونم نمیخواد سمتش برید. گفتم امروز یه ویدیو انگیزشی بگیرم، تا خود آدم یه کاری رو انجام نده انگار که نمیتونه انتقال بده به طرف مقابل. دفقا. من خودم همیشه سالم خوری رو میگفتم که داشتم به سمتش میرفتم، ولی ورزش رو میخواستم جا بدم توی زندگیم که قبل از اینکه کانال داشتم میرفتم باشگاه و میومدم و اینا، بعدش سرم که یه شلوغ شد، خب تازگی هم داشت برای من این کار، میخواستم خیلی تمرکز کنم، هر بار میگفتم من نمیرسم این کار انجام بدم، ولی الان دارم جا میدم این برنامه ورزشی رو توی روزمرگیم که میخواستم به شما بگم که شما هم سعی کنید هر کاری دارید، حالا کار بیرون دارید، خونه دارید، یه ساعتی به خودمون میرسه، این یه ساعت رو خودخواه بشیم، بگیم یه ساعت در روز برای خودمون باشیم. برای اینکه خودم تجربه کردم، قبلش گفتم نمیتونم، ولی الان حدود 4 جلسه است که دارم میرم، دیدم نه اتفاقا قشنگ اون یک ساعت رو اختصاص میدم به خودم، میرم باشگاه میام، از اون طرفم خوشحالیم اینه که چون رفتم بیرون خریدایم که دلم میخواد انجام میدم. اونطوری میگفتم حالا برم این خرید به شوهرم میگم بگیره بیاره دیگه، به هوای اون هم پیاده روی میکنه. این خریدایی که آقایون ازش سر در نمیارن، وقتی هم که میگیم شوهر من که اینجوری میگه نه بابا اینا چی، اینا رو من دوست ندارم نمیخورم، این میشه که خودت میری چیزایی که دوست داری هم میخری. اینا رو صبح گذاشتم بیرون، گوشت و لوبیا رو که بیام لوبیا پلو درست کنم که حالا دیر شد، ولی برای فردا درست میکنم. روزایی که روز ورزشته شب قبلش برام بگو چه شامی میخوای، چه ناهاری میخوای درست کنی که من خواب پامیشم. یعنی شما پامیشی درست میکنی؟ آره اون ناهار رو درست کنم، چون وقتی پامیشم نمیدونم تصمیم چیه برای اون روز. باش. اینم سالاد نگین خانوم. به قول نگین میگه که وقتی که
مواد غذایی مختلف رو میگیری و میخوای سالاد درست کنی، متوجه میشی که چقدر سالاد میتونه متنوع باشه. با هر چیزی که داریم میتونیم سالاد درست کنیم در کنار غذامون بخوریم.